درود به تمام شما بیننده های عزیز، بگاهتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی در این برنامه با شما هستم و امیدوار هستم شما نیز در یک ساعت برنامه با ما باشین. دیدگاه ها و پرسش هایتان نه در رابطه با موضوعی که امروز انتخاب کردیم با ما و مهمان برنامه ما شریک بسازید. امروز مهمان من تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هستند و بحث ما در رابطه با رسیدگی به خانواده ها و مشکلاتشان که در اثر حوادث طبیعی به خصوص سیلاب ها و بارندگی های اخیر آسیب دیدن و از خانه هایشان بی جای شدن، اینکه چقدر برشان کمک صورت گرفته، امروز بحث ما است. شما اگر خودتان از کسانی هستین که به اثر حوادث طبیعی از خانه هایتان بی جای شدین، امروز فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان با جناب عظیمی در میان بگذارین. راه های تماس برنامه در اختیار شما است. آغاز برنامه است. میخوایم از تمامتان صمیمانه خواهش کنم زمانی که به تماس میشین موقعیتتان خوب انتخاب کنین، پرسشتان در رابطه با موضوع برنامه باشه و صدای تلویزیونتان را پایین کنین. ما در یک ساعت برنامه بیشتر دوست داریم دیدگاه ها و پرسش های شما را در برنامه جا بدیم و اولویت برنامه شما هستین. حالا جناب عظیمی را از طریق اسکایپ در برنامه با خود داریم. جناب عظیمی سلام به شما. سلام به شما و بیننده عزیز. وقت شما و همه بیننده بخیر. بسیار تشکر از اینکه بر ما فرصت گذاشتن تا نارسایی و رسایی هایی که از جانب حکومت. ممنون بر ما وقت گذاشتین. جناب عظیمی خوب از در آغاز برنامه آنچه که شما برای خانواده های بیجا شده به دلیل سیلاب ها و بارندگی ها در کل حوادث طبیعی انجام دادین حرفای شما را داشته باشیم، اما پیش از این که پاسخ شما را بگیریم یکی از بینندگان ما تماس گرفتن، بهتر است تماس اونا را در استودیو همکارای ما وصل کنن. سلام بفرمایید. سلام بینی موفق و خدمت میمان شما سلام برسه. سلامت در ارتباط به موضوع شما که حکومت با آسیب رسانهایی که از سر زلزله به حساب کشیده رفته، ما میخواییم که مکار چطور تطال میخوره و یکان دفت تسلیه نمی باشه. فرمسال بدخشان هم مثال میزنیم، اگر فرمسال سیل می آید یا کدام حادثه طبعی اتفاق می افته، حکومتی که ما شما توقع داریم از حکومت به وقت و زمانش نمی رسه و دوم مهم مدیریتش هست که می مدیریت میشه یا نمیشه می کمک یا باز رقم اون تراس میشه و تسپورت میشه و ویسا با مستقیم رسیده نمیشه. اینی بیرست میمان برای ما میخواییم پرسان کنیم. ممنون شما. روز شما خوش. جناب عظیمی خوب از در آغاز به سوال ما پاسخ بدیم، بعدا ببینیم ما. صدای ما را دارن؟ جناب عظیمی صدای شما را داریم. شما سوال بیننده ما را هم داشتیم؟ بله. میشه در آغاز به ما پاسخ بدیم، بعدا ببینیم ما که از شما در رابطه با کمک ها و مدیریتش پرسیدن. درست است. دقیقا شما شاید بودین و هستین از اثر سیلاب ها و بارندگی های شدیدی که ما تایی چند ماه گذشته و تا کنون شاهد هستیم. تعداد زیادی از هموطنان ما از این رهگذر آسیب دیدن متاسفانه در ولایات مختلف اتفاق افتاد. از جمله ولایاتی که در این اواخر بیشتر آسیب دیدن ولایت سمنگان، هرات، تخار، بدخشان، بغلان، کنر، نورستان، پکتیا، خوست، اینا از ولایات بودن. همچنان پروان، کاپیسا و دایکندی، بامیان، اینا از ولایاتی بودن که بیشترین آسیب را از رهگذر سیلاب ها و باران های شدید دیدن. تعدادی از هموطنان ما از اثر فرو رفتن سقف منازل جانشان متاسفانه از دست دادن. تعدادی هم از اثر آبخیزی های دریایی که منجر به سیلاب ها شد، زمین های زراعتیشان تخریب شد، خانه هایشان تخریب شد، جانشان از دست دادن. تعدادی هم از اثر شدت بارندگی ها که اموز فرو رفتن سقف منازل شد. ما تلاش کردیم که از آدرس کمیته ولایتی مبارزه با حوادث هر ولایت برای کسانی که از رهگذر سیلاب ها متضرر شدن پاسخگویی بکنیم، همزمان با پاسخگویی آنچه که بسیار مهم و ارزنده میتونه باشه و وقایه و کاهش خطر حوادث است که همواره هموطنان ما صدا بلند میکنن برای اینکه ما قبل از حوادث باید رسیدگی بکنیم. قطعا از یکی از محورهای اساسی اصول کاری ما است که ما باید روی وقایع و کاهش خطر کار بکنیم. ما خوشبختانه نسبت به سالهای گذشته پروژه های وقایعی بیشتری را در محلاتی که نهایت آسیب پذیر بود
تطبیق کردیم. البته تفاوتی که ما بهتر تانستیم و موثرتر پروژه را تطبیق بکنیم نسبت به سالهای گذشته اویی بود که ما بر مبنای اطلس حوادث کشور امسال و سال گذشته پروژه را تطبیق کردیم. این پروژه دقیقا در اون محلات تطبیق شد که میزان آسیب پذیریشان در برابر انواع حوادث مخصوصا سیلاب ها که ما در 28 ولایت امسال شاهد بودیم تطبیق شده بود که میزان خسارات را این تطبیق این پروژه کاهش داد، میزان آسیب پذیری را کاهش داد. شما در سال گذشته شاهد بودین که تنها در ماه حمل ما در 25 ولایت کشور سیلاب ها را شاهد بودیم ولی تلفات و خساراتش به مراتب بیشتر بود. یعنی در کل 45,000 خانواده در یک ماه حمل سال گذشته متضرر شده بودند. اما امسال که ما شاهد سیلاب ها در 28 ولایت کشور بودیم میزان تلفات به مراتب کمتر از سال گذشته بود، میزان آسیب دیده ها به مراتب کمتر بود. یعنی در کل ما شاهد تنها در ماه حمل 6,000 خانواده را شاهد بودیم که متضرر شد. یعنی نشان داد که این پروژه مؤثر بوده. اما این متضررین و میزان آسیب پذیری و میزان آسیب دیده البته قابل ملاحظه است. ما تلاش میکنیم بر مبنای استراتژی ملی کاهش خطرات حوادث و پلتفرمی که در بخش کاهش خطرات حوادث تدوین کردیم مبنای از اینو همی است و هدف اساسی ما بر از رهگذری پلان و استراتژی یا پلتفرم ما است که ما تا 10 سال آینده میزان آسیب پذیری کشور را در برابر حوادث به مراتب پایین تر بسازیم، کاهش بدیم و حداقل یک جغرافیای مسکون در برابر حوادث طبیعی داشته باشیم. البته حوادث طبیعی را ما متوقف ساخته نمیتونیم، این از توانایی بشر نیست، ولی کاری را که ما باید انجام بدیم مبتنی بر استراتژی های ما او کاهش خطرات حوادث است. یعنی محلات آسیب پذیر را باید تحکیم کاری بکنیم، پروژه های وقایعی را تطبیق بکنیم تا میزان آسیب پذیری به مراتب کاهش پیدا بکنه که قطعا این یکی از محورهای اساسی آنچه که قبلا هم مطرح کردم در اصول کاری ما است و ما عملا این کار را انجام میدیم. شما شاهد سفر جناب محترم وزیر صاحب که البته در جیان قرار دارن، رهبری وزارت تغییر کرد و تازه وزیر صاحب آمدن که حدود 12 روز از ماموریتشان کم و بیش میگذره. اینا در اولین اقدامشان سفری را به ولایت بدخشان داشتن. چون شما در 8 جوزا شب جمعه شاید یک بارندگی های شدید که سیلاب های ویرانگر را منجر شد که ما شاهد باشیم. از اثر و سیلاب ها تعداد زیادی از هموطنان ما خانه و منازل مسکونی در حومه های شهر فیض‌آباد و همچنان ولسوالی های بارک و شهدای ولایت بدخشان، حتی راغستان را شما شاید در 9 جوزا بودیم که آسیب دیدن. همین مسئله باعث شد که در به تاریخ 11 جوزا جناب محترم وزیر صاحب به ولایت بدخشان سفر داشته باشند که به یک هیئت معایتی را با خود برده بودند که ما هم حضور داشتیم همراهشان. اونجا از نزدیک ساحات آسیب دیده را دیدیم، خانه ها را رفتیم، حتی در هر خانه ای که میزان خساراتش بیشتر بود هنگفت بود وزیر صاحب سری به خانه ها زدن، از نزدیک دیدن، درد و مشکلات مردم را شنیدن. ما حدود 10 میلیون افغانی را تنها به ولایت بدخشان به همین سفری را که جناب وزیر صاحب داشتن انتقال دادیم تا برای کسانی که از اثر سیلاب های اخیر متضرر شدن دیگه صورت بگیره. البته این سیلاب ها در ولایت بدخشان تعدادی متاسفانه 3 تن را شهید ساخت، حدود 10 تن مجروح شد و ما باقی نزدیک به 200 خانه تخریب کلی و قسمی است. جناب عظیمی ادامه حرف شما را خواهیم داشت. بیرنده ما روی خط هستن، سلام بفرمایید. سلام سر چون خواهد کارو دید بخیر هستید. سلامت باشه. همه ببخشید اگر دو مشکل بود در ولایت نیمروز که به برنامه به موضوع برنامه شما برگ نمیخوره، اما خیلی ما به تشویش هستید، خیلی به رنج هستید، کوشش کرده باشه برای سنا و شریک بسازه. برادرم بلندتر حرف بزنین، ما صدای شما رو درست ندارم. مایی ها فروشی مرغ میاره بیشترکین مکروب مشکلات داره، مردم غریب میخره، کل مبتلا کرده مریضی. برادر صدای خودت در استودیو درست نداشتم متاسفانه، میشه بلندتر بفرمایید؟ من گفت دو مشکل یعنی به امروز مشکل جدی است که با مربی دو موضوع بس مونه میشه، اما خواهشمند نکنیم به موضوع رو برسانه برای مسئولین برسانیم.
تشکر که در برنامه اشتراک کردین. روز شما خوش. جناب عظیمی، بیننده ما دو تماس شده بودن، اسم خودشان متاسفانه نگفتن. یکی این حرف گفتن که کمک‌ها به موقع صورت نمیگیره و در رابطه با مدیریت کمک‌ها از شما پرسیدم. پاسخ شما. ما البته با توجه به اینکه تشکری میکنم از برادر ما که مشکلات را در میان گذاشتن، خدمت شما عرض میکنم که بار بار ما این مسئله را از طریق رسانه، مخصوصا رسانه محترم یک، با مردم شریک ساختیم که در گذشته یک چنین مشکلات به صورت جدی وجود داشت که کمک ها برای مستحقین به گونه درست رسیده نمیشد و یا هم به موقع صورت نمی گرفت. دلیلی بود که تعداد اعضای کمیته ولایتی مبارزه با حوادث ما محدود بود، دسترسی مؤسسات به محلات ناامن محدود بود. اینا باعث می شد که ما به موقع نتانیم پاسخگویی بکنیم. اما در این 3 سال اخیر یک مقدار امکانات و فرصت های کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث که در رأسشان قبلا رئیس اجرایه حضور داشتن و حالا هم معاون صاحب اول ریاست جمهوری ریاست میکنن، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث را، این کمیسیون یک مقدار با قوت، یک مقدار با امکانات ظاهر شد و کمیته ولایتی مبارزه با حوادث را ما اعضایش را یک مقدار بیشتر ساختیم، حتی از نهادهای مردمی را عضویت دادیم برای کمیته ولایتی مبارزه با حوادث ما، مثل جامعه مدنی، روحانیون و شورای علما، همچنان مؤسسات ملی و بین‌المللی و نهادهای حکومتی و واحدهای دومی وزارتخانه‌هایی که در مرکز با ما در کمیسیون عضویت دارند. یعنی هر نوع حادثه‌ای که در هر ولایت و حتی که اگر ما شاهد حادثه‌ای در ولایت نباشه، میزان آسیب پذیری بر ما تثبیت شده باشه، تطبیق پروژه از طریق کمیته ولایتی مبارزه با حوادث، یعنی در هماهنگی با همه اعضای کمیته ولایتی مبارزه با حوادث صورت میگیره. اعضای سروی برای محلات آسیب پذیر، سروی برای محلات آسیب دیده، سروی برای کسانی که افراد متضرر را سروی میکنن، همه این تیم ها از آدرس کمیته ولایتی مبارزه با حوادث تثبیت و در واقع مأمور تعیین میشن که اونجا هم جامعه مدنی و هم روحانیون هم قسمی که مطرح کردن نهادهای حکومتی و مؤسسات حضور دارن. یعنی کمک ها طی 3 سال اخیر و تا اکنون به مراتب نسبت به گذشته و موقع و شفاف شده روندش، البته شفافیت را 100% به گونه اقوا میشه که ما مطرح بکنم که 100% شفافیت است. گاهی اوقات در برخی ولایات نارسایی و کمکاری ها و همچنان کمک ها به موقع صورت نمیگیره. ما ایره تایید میکنیم، او دلایل مختلفی را از خود داره، مثلا در برخی نقاط ناامن است، ما از طریق کمیته ولایتی مبارزه با حوادث قادر به این نمیشیم که به محلات ناامن اعضای کمیته را روان بکنیم، ولی ما کاری را که انجام میدیم در هماهنگی با نماینده های مردمی که البته اربابان مناطق است و کلای قریه هستند، از طریق از اونا کوشش میکنیم که مواد را برای مستحقین برسانیم. اونجا یک مقدار شاید و گاهی اوقات همی صدا بلند شده که برای مستحقین به گونه عادلانه توزیع نشده، البته رسیده برای هر فردی که منتظر بود، اما روند توزیع عادلانه نبوده. این مسئله ای است که هنوز هم وجود داره، ولی ما تلاش میکنیم که این معضل را هم حل بسازیم. ولی در کل روند کمک رسانی ما، روند سروی ما نسبت به سالهای گذشته به مراتب بهتر شده و این کمیته ها بر مبنای طرز عملی که ما تدوین کردیم در مرکز مدیریت میکنن روند کمک رسانی را و منابعی که در اختیارشون قرار میدیم و منابع هم در قالب همین طرز عمل به مصرف میرسه. گاهی اوقات مشکلات را مردم مطرح میکنن که مثلا اینی محل سرک یک ولسوالی به مرکز است یا سرک یک قریه به ولسوالی است که ایره باید کمیته ولایتی مبارزه با حوادث توجه بکنن، عرایزی را داشتن از قبل توجه نشده. البته اون مشکل اساسی که وجود داره در قسمت نارسایی در بخش ساخت و ساز سرک ها، او بر ما بر نمیگرده، چون ما بیشتر تلاش میکنیم در وضعیت اضطراری رسیدگی بکنیم، ساخت و ساز و در واقع پروژه های انکشافی برای نهادهایی که مسئولیت
پروژه انکشافی را دارن به اونا برمیگردن. وقتی به اون معضلشان رسیدگی نمیشه، ادعا بر همین میشه که کمیته عادلانه بررسی نمیکنن. ممنون شما. تماس پشت خط است. سلام بفرمایید. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز، بازم تکرار میکنم، زمانی که به تماس میشین موقعیتتان خوب انتخاب کنین، پرسشتان در رابطه با موضوع برنامه باشه تا ما بتونیم دیدگاه های شما را در برنامه جا بدیم. در ادامه برنامه با ما باشین. میان برنامه. ادامه برنامه مجله صبح است. تشکر میکنم که تا این دم با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هستند و بحث ما امروز در پیوند به رسیدگی به خانواده هایی که در اثر سیلاب ها و بارندگی های اخیر آسیب دیدن است. شما فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش های خودتان را با جناب عظیمی در میان بگذارین. راه های تماس برنامه در اختیار شما است. بیننده ما روی خط هستند. سلام بفرمایید. سلام به شما، تماستان وصل است. تشکر. زلاستم از ولایت زابل به تماس شدید. از کجا به تماس شدید؟ از ولایت زابل و سالی شهر شفا. بفرمایی. موضوع شما میرسدگی به خانواده های هستی پذیر. ما در زمستان که شهید یک بسیار بارانه شدید و بسیار تلفات سنگین بودیم به این مردم رسید، اما همی کمیته اصفزیر یا همی کمیته زدی عوادی که کدام برنامه خاص پیش در پیش نکرسته بودن بلی همی اصفزیر ها که پیش در پیش آمدگی داشته باشن. بعض وقتی که اونا خانیشن ویران شد، اونا اصفزیر شدن، بعد از او تیمای سروی آمد، سروی کرد، خانه رو برسی کرد، بعد از او رفتن، بعد از 15 روز برشان رسیدگی کردن. چرا پیش در پیش آمادگی صورت نمیگیره؟ این ولسوالی است از ولایت پیش در پیش یک کمیته بوده، ولسوالی ساخته نمیشه به همین که پیش از وقوع حادثه باید امیر کار کنه، بگیره معلومات چیز دست داشته باشه، وقتی که حادثه رخ بده مردم را دستشان بگیره مواد برشان توضیح کنه. اینا وقتی که منطقه اصفزیر میشه، مردم اصفزیر میشه، بعد از او تیم ترویه می آید، از اینجا می آید، بررسی می کنه، بعد 4 روز 15 روز وقت دیگر طول می کشه، بعد از این مواد برشان توضیح می کنه یک چیز می رسه یا نمی رسه. بعد هم دیتو یک ساعت توضیح می کنه که اون ساعت تحت تاثیر مخالفین می باشه، اونجا کسی کده نمی کنه. یا دیتو یک سوالی معنی بود که چرا پیش در پیش آمادگی نمی گیره. اگر به سوالی ما جواب داده شد. تشکر از شما که در برنامه اشتراک کردین. جناب عظیمی، پاسختان به بیننده ما. ببینید، ما یک مقداری حرف با واقعیت نزدیکی دارم. وضعیت تحلیل میشه که از آدرس اعضای کمیته ولایتی مبارزه با حوادث وقتی یک اتفاق میفته که او ممکن حوادث طبیعی مثل سیل یا برفکوچ یا هم لغزش زمین هر آن نوع حادثه‌ای که بوده باشه، سبک سنگینی میکنن وضعیت را که از چی قرار است، تعداد متضررین به چی پیمان است، میزان آسیب دیده چگونه است، آیا خانه قسمت تخریب است، کلان تخریب است، خانه که کلان تخریب میشه یا هم که او سبب میشه خانواده بیجا شوند از مناطق اصلیشان، برای ما او زمان معیار سروی نیست، معیار پاسخگویی به موقع است، معیاری است که ما سرپناه موقت ایجاد بکنیم، معیاری است که ما نیازهای اولیه هموطنان ما را مرفوع بسازیم که اونا در صحرا و در جاده میمونن تا سرپناه موقت برشان ایجاد شود. اگر خانه قسمت تخریب میشه، ما تلاش میکنیم که روند سروه ما را به گونه شفاف تطبیق بکنیم. همزمان با آغاز سروه ما کمک رسانه خود انجام میدیم. او تعداد خانواده هایی که مثلا پس از 15 روز، پس از یک ماه کمک را دریافت میکنن، اونا بیجا شده ها نیستن، اونا خانهایشان قسمت تخریب است، از اثر سیل یا یک دیوارشان تخریب شده، یک اتاقشان تخریب شده،
اونا هم توقع می داشته باشن که باید اونمو روزی که حادثه اتفاق میفته و خانهایشان قسما تخریب هستن باید شام امروز برای از اینا مواد و امکانات فراهم شود. ما اون کار رو نمیکنیم. طرز عمل کمیته ولایتی مبارزه با حوادث ایجاب میکنه که ما اولویت بندی بکنیم، صنف بندی بکنیم آسیب دیده را، پس از او کمک رسانی خود را آغاز بکنیم. ولی او تو خانواده را شما میتونید بپرسید سراغ نداره کسی که بیجا شده باشه، بیجا شده باشه، ولی پس از اینکه 15 روز میگذره برای از اونها کمک رسانی صورت گرفته باشه. یعنی به مجردی که ما بیجا شده را آدرسشان را پیدا میکنیم به صورت آنی با اعضای کمیته ولایتی مبارزه با حادث کمک رسانی را میکنیم. در قسمت بیجا شده با ما مؤسسات متعدد همکار هستند، از جمله IOM که سازمان بین المللی مهاجرت است، WFP است، سازمان غذای جهانی است که اونا همکار هستند، هم مسائل لوازم مواد غذایی و مواد غیر غذایی را فراهم میسازیم برایشان. در اون قسمت من مطمئن هستم که کوتاهی های صورت نگرفته، البته در ولایت زابل که مشخصاً برادر ما مطرح کردن، ما هر روز ما گزارش تازه میگیریم از ولایت های ما. صبح امروز گزارشی که به ما رسید کدام حادثه ای را در ولایت زابل شاهد نیستیم، از حوادث طبیعی منظورم، نه سیل وجود دارم، نه برف کوچی که اصلا فصل برف نیست، فصل سیلاب ها هست، ما شاهد سیلاب ها نیستیم. متضررینی که از سالهای گذشته بودن اونا خانه‌هایشان تخریب بودن، یک بار برای از اونا کمک رسانی صورت گرفته، نیازهای اولیشان مرفوع شده، حداقل احیای مجدد هم برشان صورت گرفته، اما اونا تمنا می‌داشته باشن که از اونمو به اونان یک فرصت هماره استفاده بکنن تا اینکه کمک ها همیشه برشان صورت انجام شود. این یک کاری است که امکان پذیر نیست، توانمندی حکومت هم به او پیمانه نیست که ما یک کسی که متضرر میشه دیگه تا زمانی که او دوباره سر کار میشه یا خودش زندگی عادی خود را تامین میسازه ما برای از اونا پاسخگویی یا کمک رسانی بکنیم. اساسا پروسیجر کاری ما این است که ما برای بیجا شده تا 72 ساعت اول حادثه رسیدگی میکنیم، برای متضررین به مو وضعیتی که اونا ایجاب میکنن که باید مواد غذایی و نیازهای اولیشان رو مرفوع بسازیم، پس از اون مسئولیت به ما ارتباط ندارن، نهادهای مسئول دیگری هستن که برای احیای مجددی از اینا به گونه دائمی خانهایشان یا هم نیازهایشان به گونه دائمی مرفوع شوه، و نهادهای بین المللی از نهادهای حکومتی مثل وزارتخانه‌ای که سکتورهایی که در بخش‌های انکشافی کار میکنن. ولی ما بخش ما بیشتر به وضعیت اضطراری است، ما در وضعیت کمک رسانی میکنیم که اونا هموطنان ما نیاز مبرم داشته باشند یا به سرپناه نیاز داشته باشند، خصوصا پیشتر مطرح کردم، یا هم به مواد غذایی نیاز داشته باشند. ممنون شما. بیننده ما پشت خط هستند، سلام بفرمایید. سلام بر شما و معمار مدرم، برنامه شما تقدیم میکنم. تشکر. سوال ما این است که به چه تعداد از هموطنان ما البته در اثر حوادث طبیعی آسیب دیدن و به چه تعداد از اینا را اداره محترم تحت پوشش قرار داده و به چه تعداد محول شده به وزارت محترم امور مهاجرین و بازگشتگان داخلی؟ بسیار تشکر. ممنون که در برنامه اشتراک کردیم. بعد از یک میان برنامه جناب عظیمی به شما پاسخ خواهند داد. بیننده عزیز با ما باشین، وقفه میگیریم، برمیگردیم. ادامه برنامه است. تشکر که با ما هستین. بیننده ما پشت خط هستند، سلام بفرمایید. بله سلام به شما، تماستان وصل شده. وعلیکم سلام، جلد صبرده هستم، از ولایت کابل تماس گرفتیم. بفرمایید. ما منتظر حرف شما هستیم. میخواستم دیدگاه داشته باشم راجع به این که چگونه بتوانیم به خانواده های آسیب دیده کمک رسانی کنیم، تا هم از ضیاع وقت جلوگیری کرده باشیم، هم از یک طریقی خوب باشه. اولا باید امی آسیب دیدگاه را که از به دو حصه کلان تقسیم بکنیم. حصه اولش که از آسیب دیدگاه است
که اونا از کشورهای خارجی به کشور ما داخل میشوند و دیگر آسیب دیدگان داخلی هستند. سعی که از آسیب دیدگان خارجی روی دست نیست، ما میخواییم بحث بکنیم بالای خانواده هایی که آسیب دیدن در آفتهای طبیعی، آفتهای جنگی در داخل کشورمون. و توی این سه کتگوریز شوه، اولا باید ما پیش از پیش باید تدابیر خود داشته باشیم، باید بفهمیم در هر فصل، در هر منطقه همراه مسئولین گرد بزنیم چی گونه میتوانیم که از آفتهای طبیعی جلوگیری بکنیم. در این فصل که آل هستیم کدام آفتها مردم را که هست تهدید میکنن، خانواده های را که تهدید میکنن، و همون آفتها ما که هست یک طریقه خاص خود داشته باشیم به منظور رفع مشکلات از اینا که هست کوشش بکنیم. دیگر که از آفتهای جنگی هستن، اونا بسیار مهم هستن، اونا باید در اولویت قرار داده شوه و یک تیم مدیریتی خاص را که داشته باشن. در این سیستم اگر میخواهیم جلو بیر از نیست، ما میتونیم همراه از اینا یک طرح مشخصی که بسیار کوتاه و بتوانیم با بدون زیاد وقت همراه از خانواده ها کمک کنیم، میتونیم این طرح همراه شما شریک سازیم. ممنون شما که در برنامه اشتراک کردین. حتماً جناب عزیز میام در رابطه با حرفای شما حرفای خودشان خواهند داشت. بیننده ما روی خط هستن. سلام بفرمایید. بله سلام علیکم. سلامت باشین. بفرمایید. بله صدای شما را داریم بانو، بفرمایید. سلام به شما به مهمان محترمتان. ما یک سلام علیکم. سلام علیکم. از کجا به تماس شدید؟ یا بکنه بله از ما رو بسید حیاتا ما سای کرد دیده که در خانه می بودنی از ما پایین دیده می تیل دیگه سسی نبود دیخیر اگر از یک کلیم بنده مثل وقتی که حیات آمد نه کمک شدیده نه دیگه شدیده از کجا به تماس شدید؟ نه گرفت باره که هیچ کنم کمک ندیده. از کجا به تماس شدید؟ بله از کجا به تماس شدید؟ ما از خود کابل از کمپانی. از کابل از کمپانی. درست. تشکر که در برنامه اشتراک کردین. حرف دیگری ندارین؟ تماس بیننده ما قطع شد اما مشکل خودشان با ما در میان گذاشتن. اگر جناب عظیمی دوباره وصل شدن حتما ما مشکلی که خودتان اشاره کردین با جناب عظیمی شریک میسازم. جناب عظیمی صدای مرا دارین؟ بله تماس روی خط داریم. سلام بفرمایید. مولانا دین بسیار با تکلیف بسیار با زامت تسلامه که از مقامات زی سلا بگوین کمی داره یک نزوات که نقه امام اولادای خدا فامیل خدا از پاکستان بکشم افغانستان بیخی بیاییم. بله بفرمایید. بسیار دازه بستیم که دازه بستیم موتر هم نیست که موتر بگیریم در خانه های مردم بسیار لبروی و وضعیت ما بسیار خراب است. شما از کدام ولایت به تماس شده؟ بسیار اما تو جگرخون هستیم مریض هستیم از خاطر تشریح زیاد ما مریض هستیم. از کدام ولایت به تماس شدین بانو؟ از کدام ولایت به تماس شدین؟ ما از ولایت کابل هستم از کوتل خیفاله سی ماه مکمل از بچین. درست تشکر. مشکل شما گرفته شد. روزتان خوش. جناب عظیمی سلام مجدد. صدای مرا دارین؟ بله بفرمایید. تماس قطع شده بود. جناب عظیمی یکی از بیننده ما پرسیدن چه تعداد بجا شده را تحت پوشش قرار دادین و چه تعداد هم سپردین به وزارت مهاجرین؟ بله متاسفانه ما تا سالی که گذشت حدود 96 هزار خانواده بیجا شده را داشتیم. این بیجا شده تعدادشان از اثر جنگ بود و بخش زیادشان هم ناشی از حوادث طبیعی. ما در هماهنگی با مؤسسه محترم IOM 53 هزار خانواده را برشان رسیدگی کردیم که نزدیک به 800 میلیون افغانی پول نقد برشان توزیع شد. برای هر خانواده مبلغ 12 هزار افغانی توزیع شد.
همچنان برای از اونا مواد غذایی و غیر غذایی در هماهنگی با مؤسسات دیگه که با ما همکاری دارن توزیع کردن. ممنون شما جناب عظیمی، زمان برنامه تمام است. بیننده عزیز از شما هم سپاسگزار هستم که با ما بودید. روزتان خوش، خدا نگهدار همه‌تان.